سلام رفقای گل خیلی خوش اومدید به این ویدیو ما هر روز بهترین اخبار و حواشی بازیگران، خواننده ها و افراد مشهور رو براتون قرار میدیم اگه میخوان از این اخبار و حواشی جانمونین کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگولش هم بزنید رقم قرارداد حسن یزانی در کشتی ایران مشخص شد جزئیات این خبر رو تو این ویدیو بهتون توضیح دادیم پس دا آخر این ویدیو با ما همراه باشید بریم سراغ ویدیو حسن یزدانی نابغه کشتی ایران است که تا کنون نه مدال جهانی و المپیک را به دست آورده و می تواند در المپیک این عدد را به ده برساند این نابغه کشتی ایران در ده ماه مانده به بازی های المپیک روز جمعه کتف خود را به تیغ جراحان سپرد تا برای حداقل پنج ماه از میادین دور باشد این غیبت طولانی حالا این سوال را به وجود آورده که آیا او به المپیک میرسد یا نه اما یک سوال مهم دیگر هم وجود دارد که به دغدغه این روزهای علاق به کشتی تبدیل شده که آیا می توانند این نابغه را در مسابقات لیگ برتر ببینند یا نه لیگ برتر کشتی دو هفته است که شروع شده و حسن یزدانی هم با بانک شهر برای حضور در لیگ برتر قرار داد بسته اما حالا با این جرایی که روی کتفش انجام داده قطعا نمیتواند در لیگ برتر به میدان برود و حالا با این وضعیت تکلیف قرار داده او در لیگ برتر چه می شود؟ علی رضا دبیر بعد از اینکه یزدانی در فینال مسابقات قهرمانی جهان به تیلور باخت در سالن گرب حسن یزدانی را به آغوش گرفت و به او گفت توجه به وضعیت مسئولیتش کسی توقع نداشت بهتر از این کشتی بگیرد این یعنی که کتف حسن یزدانی از قبل از جهانی مصوم بوده و البته خودش هم در چند مسابقه به این موضوع اشاره کرده همین موضوع باعث شده تا همه این سوال را بپرسند که با توجه به این مسئولیت چرا قبل از جهانی کتفش را جراحی نکرد شاید حالا با توجه به فاصله ده ماه مانده به المپیک این نگرانی وجود داشته باشد که او حتی به این بازی ها هم نرسد اما شاید اگر به جهانی نمیرفت و کتفش را جراحی میکرد با خیال راحت به المپیک میرسید اما با همین وضعیت مسئولیتش که همه از آن خبر داشتند به بازی های آسیایی رفت و مدال طلا را گرفت تا جایزه 900 میلیون تومانی بازی ها را به دست بیاورد. قبل از اعزام به هانگجو قراردادش در لیگ برتر را امضا کرد. اما او که مصدوم بود چرا به هانگجو رفت و چرا برای حضور در لیگ برتر قرارداد امضا کرد؟ قرارداد لیگ برتر کشتی البته که شفاف نیست و کسی به طور دقیق نمیداند که کشتی گیران چقدر پول میگیرند. اما با توجه به شنیده ها و منابع غیر رسمی کشتیگیران درجه یک تیم ملی بالای یک میلیارد تومان پول دریافت کردند و اگر حد را در نظر بگیریم یعنی یزدانی این پول را میگیرد و در لیگ به دلیل مصومیت نمیتواند کشتی بگیرد البته مصومیت جزی از ورزش حرفه است اما موضوعی که مطرح است اینه که برخی از کشتیگیران میدانند چه جایگاهی را در کشتی و ورزش ایران دارند که کسی نمیتواند مانع پرداخت این پول شود در سالهای گذشته هم چندین نفر بودند که قرارداد امضا کردند و در لیگ کشتی نگرفتند اما یا کسی این پولها را از آنها پس میگیرد یا نه دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین اگه نظر یا پیشنهادی داشتین داخل کامنت ها به هم بگین لایک و سابسکرایبم فراموش نشه شاد و سرحال باشید و خدا نگهدار